ما که از گل و آرمان سرشتی داریم، در عالم خاک سرنوشتی داریم. افلاک تو را، افلاک تو را و خاک ما را، ای شیخ شپشو. ما دوزخیان هم بهشتی داریم. از پس از اسلام در ایران ما واقعا خیلی ذلیل و بدبخت و ابله و نادان و ترسو و ستمپذیر شدیم. شما استثناءات رو بذارید کنار، همیشه در تاریخ استثناءاتی وجود داشته و داره. شما استثناءات رو بایستی بذارید کنار. اکثریت جامعه شوربختانه پس از ورود اسلام به ایران نابود شده. سلحشوری ها بوده، تا الان هست، ادامه داره، تا الان هست، ادامه داره. اما بیغیرتی، تنبلی، خرفتی، ترس و همون که میگه، چی میگه فردوسی؟ میگه ز ایران و ترک و تازیان، میگه یک نژادی پدید آمده آمد. میگه این نژادی که پدید آمده نه ایرانیه، نه عربه، نه تازیه، نه ترکه، هیچه. برای اینم هست که روز به روز فرزندان دلیر ما رو میگیرن از ما و هیچ کار نمیتونیم. آخرینش کیانوش سنجری عزیزم بود. کیانوش ناظرین از 17 سالگی که جنبش دانشجویی شروع شد با مهندس حشمت تبرزدی در ایران و گروهش، بچه های زیادی بودن، مثل زارعزاده، مثل مرادی، بچه های زیادی بودن. نمیدونم الان اینها کجا هستن. یک عده‌شون تبرزدی که زندان میره و میاد و یاران دیگه هم همینطور. ولی سنجری یکی از دلاورهایی بود که از همون 17 سالگی مثل شیر تو میدون بود. الان هم تفریر زدن کشتن و به ما میگن که خودکشی کرد. این خودکشی میدونید که بازی نظام هست که همه میگه خودکشی کرد. بچه های ما خودکشی نمی کنن. شاید 10-15 سال پیش بود، شاید هم بیشتر. به هر حال سنجری به من گفت، مهدی کیانوش شده بود سنجری، گفت اوستا، ما اگه تک تکمون به جایی که پیش از اینکه ما رو بکشن ما چند تا از اونا رو بزنیم، اونجاست که کار کردیم. اون موقع من بهش گفتم حالا ما بازی مسلحانه صلاح نیست و فلان و گفتن هر روز ما رو سلاخی میکنن. یعنی هرگز جوانی نبود با این روحیه کیانوش سنجری که برو خودش از اون پرت کنه. از بالا پرت کردن میدونی که نوارهاش هست که این قالیباف خودش با افتخار میگه و ویدیوهاشو میتونید ببینید. همون در همون جنبش دانشجویی که از رهبرانش بود کیانوش سنجری در 17 سالگی، شما میبینید که بچه ها از بالا پرت میکنن پایین، یا ابوالفضل یا فاطمه زهرا، الله اکبر میگن، میندازن پایین، میکشن. فیلماش هست. قبلا خودشون مینداختن، حالا میگن خودش افتاد. از گلوی تو تا صدای ما، بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، میپریم از خواب یه شب مهتاب. یکی میگه آی آدم ها، یا همه با هم یا همه تنها، ما که بیداریم تا فردا. خاک این گندم تو خیابونه، خشم من و تو تشنه بارونه. مثل این که قبلا پیش از این استعمار حمله میکرد، اسکندر، تورانیان، انیران، مغول، عرب ها حمله میکردن و الان مثل عرب ها که مثلا سیدا رو گذاشتن سر کار تو ایران از 14 قرن پیش و اینا خودشون استعمار قدیم، اینا فرانسوی ها، پرتغالی ها، انگلیس ها، آدم خودشون رو میذاشتن. اینا از بعد از اینکه گاندی در هندوستان اومد و
اون جایگزین شد، استعمار بیرون کرده خودش جایگزین شد، استعمار پروژش این بود که به جایی که خودش وایسه نیرو بده، از همون جا بومیان اونجا مزدور استخدام کنه یا آدم تربیت کنه و بعد اینا قدرت بهشون بده، از طرف اونا اینا بکشن. به جایی که 10 میلیون ایرانی را از 13 میلیون ایرانی با قحطی بکشن، انگلیس ها در ایران که تو اصلا خبر نداری، اصلا خبر نداری آه چه چیز اتفاق افتاده، 100 سال پیش نمیدونی. به جای این کارا اومدن تشکیلات روحانیت و اینا رو ساختن. حتی دیگه هفته های پیش بهتون گفتیم که خطی نبودن اینا، حتی رهبران روحانیت و حوزه‌های علمی اصلا اساساً انگلیسی بودن، نه که بگیم نوکر مزدور، تبعه انگلیس بودن، زبان فارسی یاد گرفتن اومدن و دارن تا الان ترتیب شمار میدن. ما هم فکر می‌کنیم آقا سید اولاد پیغمبر، شفا میده فلان میده بیسار میکنه. یعنی تاریخ پس از اسلام در ایران خونین، جهالت، بلاهت و اکثریت خاموش. اما جوانان امروز ما، این سربازان خردگرایی ما که اینها برخواستن و یک شورش بزرگ را انداختن که به پیروزی میرسه، ولی شما پیرپاتال همه تون قربانی میشید، شما همه تون پایان کار بدی خواهید داشت. مثل این که الان سرمایه‌داری جهانی میگه کسانی که برای این جامعه سود ندارن و حضورشون زیان هست که هوا رو آلوده میکنن، منابع ملی رو میخورن، فلان، بهتره که برن تا بمونن. بچه های شما الان همین میگن. شما بچه های خودتون رو، من مخالفم که بگیم 57 یا مجرمن، چون 57 یک انقلاب رو ساختن برای ما و آدم های خر رفتن، ولی از این باید گله کرد که خر بودن مردم ما، خر بودن و هستند انسان هایی که فریفته تازی ها شدن. ژاندارم خاورمیانه و خاور دور، هیچ کشور عربی حق فروش 1 لیتر نفت بدون اجازه شاهنشاه را نداشت. ایران دریادار خلیج پارس و تنگه هرمز بوده. پیروز نبرد 6 ساعته با عراق و گرفتن 6 کیلومتر مربع از پدرزن صدام. رئیس اوپک به همراه امریکا، دارنده بزرگترین ورزشگاه به نام آریامهر در جهان به دستور شهبانو فرح دیبا، اولین دعوت شده به همراه ملکه به پارک دیزنیلند امریکا، تأسیس زوباهن اصفهان که قطب اقتصاد ایران و خاورمیانه شد، تأسیس تراکتورسازی تبریز با 10,000 کارمند، تأسیس شرکت ایران ناسیونال، تأسیس ورزشگاه بزرگ آریامهر به دست فرانسوی ها که مورد انتقاد شدید شهبانو قرار گرفت و از شرکت فرانسوی غرامت گرفته شد. بورسیه تحصیلی به 24,000 دانشجو در امریکا. و امروز سپاه نوگرایی و روشنگری و فرهیختگی و عصیان به پدر و مادرها، پدر مادرها شما متهمید. این عصیان آغاز شده، دنبالم میشه و به پیروزی میرسه. و پیروزی رو اینها مزدش و فرزندان این نسل کنونی که سربداران آزادی هستن خواهند. شما ببینید امروز ما بچه های بسیار جوانی رو داریم که تاریخ ایران رو از صدها استاد دانشگاه بهتر بلده، بهتر بلده. این فیلم هایی که اینا میسازن از ایران کهن، ایران باستان، تاریخ ایران، از جنگ ها، افتخارات، سربلند، اینا با یه افتخاره. اینا هر کدومش یک کتابخونه است، هر کدومش صدها جلد کتابه، یک صفحه سخن اینها روشنگری که داره هیچی نداره. این جوانیست، مثلا من بچه ها رو تا حالا خیلی به شما معرفی کردم، کانال تلویزیونی قاصدک، خیلی کانال های تلویزیونی دیگه، کوچه آوای ایران، اینا که فیلم های بسیار خوب و قشنگی برای شما ساخته میشه. از جمله یک جوانیش به نام حسین شاهمرادی، پیدام هست که جوان هست واقعا. ایشون شاهکار میکنه برای شما، یعنی کتاب ها رو میره میخونه، وقت میذاره، بعد میاد خلاصه یک کتابی رو در 14-15 دقیقه به شما میگه و شما دیگه لازم نیست بری کتاب بخونی، لب قضیه رو به شما میگه. این نسل نو و جوان، از اینام زیادن بچه‌ای که این کار میکنن. من از حسین شاهمرادی سپاسگزارم به خاطر این کارش و همه بچه‌هایی که در اینها سرداران و امیران ارتش
ایران آریایی هستند برای فردایی بهتر که در صف روشنگری هستند، دارن روشنگری میکنن با سیستم نو و مدرن. یکی از کاراش اینه که به شما امروز نشون میدم، سازمان جاسوسی الله رو یه جوری بررسی میکنه، یه جوری نقدش میکنه که تو اگه 10 بارم خودت خونده باشی ببینی که چه چیزای قشنگی از توش در میاره. تا حالا به این موضوع فکر کردید که چرا اعتراضات و جنبش هایی که ضد جمهوری اسلامی هستند نتیجه نمی گیرن؟ به نظر آقای سیاوش اوستا دلیلش اینه که مردم و اپوزیسیون سیستم جاسوسی و دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو خوب نشناختن و سعی کردن توی کتابشون مردم رو با این سیستم بیشتر آشنا کنن. بدون معطلی میریم سراغ کتاب سازمان جاسوسی الله نوشته آقای سیاوش اوستا، چیزی که در ادامه میشنوید طبق متن کتابه و نظر شخصی من نیست. سلام، امیدوارم حال همگی خوب باشه. من حسین شاهمرادی ام و هر هفته خلاصه یک کتاب ممنوعه رو براتون روایت میکنم. ببینید وقتی میگم اینجا کانال خلاصه کتابه، یعنی چیزهایی که میگم طبق متن کتابه. من هم میدونم که یه سری چیزها اشتباهه یا به صورت خلاصه گفته شده، اما من باید طبق متن کتاب حرف بزنم و چیزی اضافه و یا کم نکنم. فایل کتابها رو هم داخل کانال تلگرام میذارم که از اونجا میتونید دانلود کنید و ببینید اصلا کجاشو من اشتباه گفتم یا کجاشو عوض کردم. لزوماً تمام چیزهایی که میگم نظر من نیست. خواستم این رو بگم چون یه سری از دوستان فکر میکنن چیزهایی که دارم میگم من خودم درآوردم. اینجوری نیست، میتونید فایل کتاب ها رو ببینید طبق متن کتاب دیگه. در ضمن صفحه اینستاگرام هم این زیر میذارم که اگه دوست داشتید با هم دیگه در ارتباط باشیم. امروز یه نگاهی میندازیم به کتاب سازمان جاسوسی الله تا با سازمان های داخلی و خارجی آشنا بشیم که این نظام رو روی کار آوردن و برای حفظ اون هر کاری میکنن. خیلی از اتفاقاتی که افتاده نه به خاطر زرنگی حکومت بوده و نه به خاطر دخالت حکومت‌های خارجی، بلکه مردم سازمان‌های اطلاعاتی این حکومت رو خوب نشناختن و مدام اشتباه می‌کنن. ببینید کلاً اینجوری بوده که مردم و حالا اون دستگاه اپوزیسیون وقتی به موفقیت نرسیدن شروع کردن گفتن آی فلان حکومت خارجی باعث شد، آی اصلا شاهزاده باعث شد که این کارو نکرد اون کارو نکرد، و یا اینکه حکومت رو خیلی قوی‌تر از اون چیزی که واقعاً هست نشون میدن. من یه سوال از شما می‌پرسم، مگه این نظام از حکومت پهلوی قوی تره؟ قطعا نه. حکومت پهلوی هم این اختیارات و این نفوذ رو نداشته. این حرف ها به معنای دروغ بودن ترورها نیست. ما داریم میگیم که زیاد روی شده و حکومت داره از این بزرگ نمایی ها استفاده میکنه به نفع خودش و مردم رو توی ترس ساکت نگه میداره. برای قدم اول بهتره که دستگاه امنیتی و اطلاعاتی این نظام رو بهتر بشناسیم. تمام دستگاه‌های اطلاعاتی جهان به این اصل همیشه تاکید می‌کنن که کسایی که ندونن برای چه سازمانی کار می‌کنن و حتی انتظار حقوق و پاداش نداشته باشن بهترین کارمندای اون سازمانن. شاید براتون پیچیده باشه این حرف، اما توی ادامه براتون بازش می‌کنم. ببینید کارمندان سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی به 3 دسته تقسیم میشن. اولیش کسایین که به طور رسمی استخدام شدن و یه کارمندن و حقوقشون رو می‌گیرن. دومی گروهی هستند که پستای مشاوری و یا خبرچینی رو دارند و استخدام رسمی نیستند. هیچ اثر و ردی وجود نداره که ثابت کنه اینا کارمند این سازمانن. اما خب میدونن دارن برای کی کار میکنن. اما گروه سوم گروهی هستند که نه استخدامن نه پولی میگیرن و نه میدونن اصلا برای کی دارن کار میکنن. سازمانها با استفاده از علم روانشناسی با تفکر این گروهها آشنا میشن و بعد با تحریک احساسات اونها ازشون به نفع خودشون استفاده میکنن. با چند تا خبر فیک و تبلیغ رسانه‌ای خیلی راحت ازشون سواری میگیرن. مثال بزنم، طرف خارج از کشوره، مخالف رژیم هم هست، اما هر جا که میره میشینه میگه نظام اینجا نفوذ داره، حرف بزنی پیدات میکنن، آی فلان جا نوشته بود فلانی رو گرفتن و بردن و از این جور حرفا. نظام به راحتی با کمترین هزینه از این جور آدما برای به هم زدن جنبش‌های آزادی بخش استفاده میکنه. یه نمونه دیگه‌اش زن‌هایی بودن که توی آلمان برای اعتراض به پوشش اجباری ایران کامل برهنه شده بودن. من از شما می‌پرسم این حرکت به نفع نظام بود یا به نفع مردم؟ مگه غیر اینه که نظام از این آدما استفاده کرد که توی تبلیغاتش نشون بده ببینید اینا همه می‌خوان لخ بشن و به همین راحتی مردم رو در برابر مردم قرار داد.
دستگاه اطلاعاتی حکومت شاه با الگوبرداری از سیستم‌های غربی طراحی شده بود. بعد از انقلاب هم این سیستم صحیح و سالم میفته دست آخوندا. آخوندا هم رابطه خوبی با کشورهایی مثل شوروی و چین و کوبا داشتن و این باعث شد که توی سیستمشون از تجربه این کشورها استفاده کنن. این مسئله هم باعث شد که سیستم اطلاعاتی امروز ایران به یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های جهان تبدیل شه که نه تنها افراد رو بلکه رسانه‌ها و حتی حکومت‌ها رو به راحتی بازی میده و به کارش ادامه میده. برای مثال سال 2003 اسرائیل داشت برای حمله به ایران حاضر میشد که بی بی سی یکی از مقامات بلندپایه CIA رو دعوت میکنه و ایشون اعلام میکنه یه سری اسناد به دستش رسیده که نشون میده ایران فعالیت اتمی نداره و از طرفی توی تولید سلاح به یکی از بزرگترین کشورها تبدیل شده. بعدها مشخص شد که اسنادی که به دست ایشون رسیدن همگی ساختگی و به دست اطلاعات ایران درست شده بود، ولی خب نتیجه هم داد. اسرائیل از حمله به ایران منصرف شد. توی دستگاه‌های جاسوسی، سکس و رابطه جنسی نقش ویژه‌ای داره. مرد و زن هم حالیش نیست. این اسلحه هر دو جنس رو هدف می‌گیره. اولین بار ایده فریب به وسیله رابطه جنسی رو کاگبه شوروی وارد این داستان‌ها کرد و می‌بینیم که امروز چقدر جمهوری اسلامی با همین وسیله مخالفای خودش رو به دام می‌اندازه. یکی دیگه از ابزارهایی که رژیم آخوندی توی دستگاه اطلاعاتی استفاده میکنه اسمش هست مخالف شناسی. این بحث خیلی پیچیده است و امیدوارم بتونم جوری توضیح بدم که همه متوجه بشن. نویسنده کتاب استناد میکنه به سخنرانی خامنه‌ای توی مشهد چند روز بعد از 22 بهمن. خامنه‌ای میگه عزیزان، وقت این رسیده که از یه سری تجربیات استفاده کنیم و ممکنه که توی این راه خیلی از نزدیکامون که برامون مهمن رو از دست بدیم. حالا این تجربه ها چیان؟ به این صورت که یه سری از گروه ها که به دردشون نمیخورن و تحریک میکنن تا تبدیل به مخالف بشن. بعدش همینا رو وقتی وارد جریان های مختلف شدن یا بازی میدن یا بهشون خط میدن و یا حمایت مالی میکنن تا جریان های مخالف رو به انحراف بکشن. این روش امروزه خیلی ازش توی فضای مجازی استفاده میشه. حتما خیلیاتون علیزاده و امید دانا رو میشناسید که روزای اول مخالف جمهوری اسلامی بودن. اما امروز چطور سنگ همین آخوندا رو به سینه میزنن؟ امثال اینها محصول همین سیستم دستگاه اطلاعاتی هن. این فقط یه بچه از این ابزاره. در جای دیگه میبینیم از این ترفند برای اختلافات خانوادگی بین اعضای گروه های مخالف استفاده میکنن. مثل جریان روح الله زن و پدرش. کلن مهمترین سلاح دستگاه های اطلاعاتی امروز به نظر من همینه. حتما شما هم این جمله رو یا شبیه به این جمله رو شنیدید. با تفرقه افکنی بیشتر حکومت میکنی. همه خوب میدونید که این نظام توی استفاده از این عنوان خیلی ماهره. نویسنده کتاب در رابطه با این موضوع یه خاطره از سال 58 تعریف میکنه و میگه توی یکی از اولین جلسه های شورای انقلاب که فردوستم توی این جلسه بود، در مورد کارمندای ساواک سه تا تصمیم گرفته شد که خامنه ای و رفسنجانی هم به شدت از عملی شدنش استقبال کردند. اولیش یه تعداد از بازداشت شده ها اعدام بشن که هم دیگران رو بترسونیم هم خیالمون از همکاری اونها با شاه راحت بشه. دومیش یه تعداد دیگه از اونها که تا لحظه آخر به شاه وفادار بودن رو اول به زندان بندازیم و بعد جوری که مثلا اونها فرار کردن انتقالشون بدیم به خارج کشور و توی پاریس و لندن و لس آنجلس مستقرشون کنیم تا توی گروه های مختلف اپوزیسیون نفوذ کنن. و سومیش کسایی که شناخته شده نیستن و بی خطرن توی دستگاه دوباره استخدام بشن. این طرح به اجرا در میاد و از همون موقع بود که دیگه اپوزیسیون هیچ وقت رنگ اتحاد رو به خودش ندید. شاپور بختیار موفق شده بود اکثر نیروهای وفادار به شاه رو دور خودش جمع کنه. اما کم کم ده‌ها گروه مختلف ایجاد شد و همه پخش و پلا شدن. این گروه‌ها حتی نتونستن سر شاهزاده رضا با هم ائتلاف کنن و اونو به رسمیت بشناسن. این گروه ها با تمام وجود با جمهوری اسلامی مخالف بودند، اما ناخواسته تبدیل شده بودند به بهترین نیروهای جاسوسی نظام و عملا اپوزیسیون فلج شده بود. عین این بلا رو آخوندا سر مجاهدین خلق هم آوردن و خلاصه دستاورد بزرگ این طرح برای آخوندا این بود که اونا دیگه مخالف های متحد و پرتعدادی که تهدیدشون کنه رو نداشتن و اپوزیسیون رنگارنگ ما درگیر اختلافات داخلی شد.
اطلاعات نظام به جز به هم زدن زمین بازی برای مخالفاش، خودش رو یه بازسازی اساسی کرد و ساختار خودش رو تبدیل به یه ساختار پیچیده و غیر قابل پیشبینی کرد که اتفاقا همین هم برگ برنده اونه. از اول برنامه هر وقت که از اطلاعات نظام گفتم همه شما ذهنتون رفت روی وزارت اطلاعات، اما اصلا اینطور نیست. جمهوری اسلامی فقط یه سازمان اطلاعاتی نداره، چندین و چند سازمان و ارگان داره که همگی سیستم اطلاعاتی نظام رو تشکیل میدن و همین هم کارو پیچیده کرده، مثل وزارت اطلاعات، سازمان امنیت بیت رهبری، حفاظت اطلاعات سپاه، سازمان امنیت وزارت کشور، سازمان امنیت بسیج، سازمان امنیت وزارت خارجه، سازمان امنیت نیروی انتظامی، سازمان امنیت شورای نگهبان، سازمان امنیت مجلس خبرگان و غیره. اینها همگی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو تشکیل میدن. اما تو این بخش میریم سراغ مهمترین اونها، سپاه پاسداران که مهره اصلی امنیت جمهوری اسلامیه. سیاوش اوستا توی این قسمت ادعا میکنه که اگه به رفتار سپاه و آمریکا در طی این چند سال دقت کنید، متوجه همکاری اونها با هم میشید. مخصوصا توی جریان حمله به عراق که آمریکایی‌ها عراق رو با کلی هزینه اشغال میکنن، اما بعدتر دو دستی تقدیم سپاه میکنن و به راحتی عراق رو تخلیه میکنن. سیاوش اوستا به ادعاهای دولتمرده اسرائیلی اشاره میکنه و میگه اسرائیلی‌ها بارها گفتن که هر بار مسئله حمله نظامی به ایران رو مطرح کردن، آمریکایی‌ها سریع یه راه حل بی‌فایده جلوشون گذاشتن که تهش هم به جایی نرسید. البته آقای اوستا در ادامه میگه که گول همین دشمنی اسرائیل و جمهوری اسلامی رو نخورید. ایران هر چیزیو و هر داد و ستدی که بخواد با اسرائیل داشته باشه رو از طریق کشورهایی مثل ترکیه به راحتی پیگیری میکنه. حالا اصلا چرا کشورهای بزرگی مثل آمریکا و روسیه و چین توی حاشیه هایی که کشورهایی مثل ایران و عربستان درست میکنن درگیر میشن؟ جوابش مشخصه. نفت. نفت تنها عاملیه که پای کشورهای بزرگ غربی و شرقی رو به این داستان باز کرده. هیچ کدوم هم نمیخوان که متحد نفتی خودشون رو از دست بدن و در آخر میبینیم که مجبورن پا به پای ایران و عربستان و خاورمیانه توی این درگیری ها هزینه کنن. از طرفی جمهوری اسلامی درآمدی که از طریق معاملاتش با این کشورها به دست آورده رو به جای اینکه صرف آبادانی کشور و رفاه مردم خودش کنه، خرج تقویت دستگاه اطلاعاتی خودش در سطح جهان و یا ساپورت گروه‌های مثل حماس و حزب الله کرده. این وسط هیچ کس هم دلش به حال مردم ایران نمی‌سوزه. بارها دیدیم سیاستمدارایی مثل اوباما وقتی منافعشون به خطر افتاد، چشم روی واقعیت بستن و با حکومت آخوندی همکاری کردن. واقعیتش من نمیدونم چقدر از حرفای آقای سیاوش اوستا درسته و چقدرش غلطه، اما این کتاب یه پیام مهم داره که درست و بدیهیه و اونم اینه که ما نباید دنبال متحد خارجی باشیم. هیچ کس به جز خودمون دلش به حال ما نمیسوزه. کمالیست‌های ترکیه یه شعار خیلی قشنگ دارن که میگن فقط ترک به حال ترک گریه میکنه. ما هم باید به این نتیجه برسیم که فقط ایرانی‌ها به درد ایرانی‌ها میخورن. اتفاقا از این به بعد که یک کشور خارجی اومد توی کارمون دخالت کنه، خودمون باید پشت دست بزنیم تو دهنش. همین اعتراضات مهسا امینی رو یادتونه دیگه. وسط اعتراضات آمریکا 6 میلیارد دلار پول جمهوری اسلامی رو آزاد کرد. اگه بخواید بدونید که این پول چقدر زیاده، باید بهتون بگم حزب الله و حماس تو این چند ماهی که درگیر اسرائیلن کمتر از 2 میلیارد دلار هزینه کردن. یا مثلا یادتونه درست چند روز بعد از اینکه مجروحای اعتراضات با مقامات فرانسه دیدار کردن، امیر عبداللهیان به فرانسه دعوت شد و روابطشون کاملا عادی جلو رفت. چند روز پیش هم که دیدید حمید نوری به دست دولت سوئد تحویل جمهوری اسلامی داده شد. راستی قسمت بعدی خلاصه کتاب نیست. میخوام داستان زندگی حمید نوری رو براتون تعریف کنم تا بدونید این آدم چه کارها که نکرده. فایل کامل این کتاب رو میتونید از داخل کانال تلگرام دانلود کنید. حتما نظرتون راجع به این کتاب برای من بنویسید. ممنون که وقت گذاشتید. فعلا. این بچه ها از اساتید ما هم داناترن. اساتید ما یادتون نره یک عده‌ای رو بچه ها خوب گوش کنید. خیلی مهمه. بچه ها یک آدمایی رو اینا اومدن برای ما زورچوپان کردن به عنوان استاد، به عنوان شاعر. و
با عنوان فلان فلان فلان. خب شاملوها اینا رو که بهتون گفتم، ابراهیم گلستانا اینا رو که بهتون گفتم، گل سرخیا اینا رو که بهتون گفتم، اینا یه سر جاش. خب حالا امروز میخوام یه کسی بهتون معرفی بکنم که الان تو ایرانه و بد جوری داره برای شماها تله درست میکنه که این نظام رو نگه دارن. نگه داشتن این نظام برای اینا هزینه زیاد داره و این بابارم همینطور. این کسی است که من خودم که نوجوان بودم عاشق شعراش بودم، یعنی شعراشو که میخوندم لذت میبردم. یادم میادم که شعراش کتاباشو ممنوع کرده بودن در اون بحبوحه انقلاب، یهو با جلد تمیز خوشگل طراحی خیلی زیبا تو اون خط استعماری که ما بچه‌هاش نمی‌دونیم، یون کتابا پخش شد، چاپ شد، ما هم گرفتیم، خریدیم، خوندیم. بعد الان این بابا رو می‌بینیم، بابا از همین تشکیلات سادات تازی است و از کسانی که پایور به این نظام بوده، چپول بوده، چپ و مارکسیست و توده‌ای بوده، ولی با لباس آخوندی، لباس نپوشیده ولی درس آخوندی خونده. این فرد میگن استاد، استاد محمد رضا شفیعی کتکدی میم سرشک، اینا نمونه است به شما معرفی میکنم که بتونید گولی استاد پستادا رو نخورید. تو جوان ایرانی آریایی، تو جوان ایران دوست اوستایی، میلیون بار از این جرسومه های پلیدی که آخوند هستن ولی کراواتی، با شرفتر، داناتر و فهمیده داری. این یارو شفیعی کتکدی، اولا بهتون بگم که طایفتن آخوندن، یعنی طایفتن آخوندن و سید و سادات تازی، اینا کسا این که سیدی رو میذاره کنار، نمیگه سید محمد رضا شفیعی کتکدی، میگه محمد رضا شفیعی کتکدی میذاره، اینا سیدیشون میذارن کنار که بتونن بهتر نفوذ کنن، چپول بودنشون میذارن کنار که باز بتونن بهتر نفوذ کنن. این تبارش که شیخ آخوند و ملا بودن تا سادات تازی و مدرسه مخ، مخشوی انسان ها رو در دستاشن، این نمونه است دارم بهتون میگم. این خودش هم دیپلم نگرفته، دیپلم نداره ایشون، به هیچ عنوان مدرسه رضا شاهی نرفته ایشون، چون خاندانش اینا خانوادهش مخالف شاهی و پادشاهی و اینا بودن. این رفته و عرض کنم خدمتتون که درس آخوندی خونده و درس آخوندی رو که تموم کرده، بعدها درس آخوندی رو که تموم کرده اصلا مدرسه نرفته، نه کلاس اول، نه کلاس دوم، نه دیپلم، نه نگرفتی، نه هیچ کدوم نداره، برید ازش بگید داره بیاد منتشر کنه، نکرده. اومده و عرضم به حضور شما بعد مدتها با همین بازی های سادات تازی، که میدونید اینا تا ارگانهای برای قدرت زمان پادشاهان بودن که به مطهری دکترای افتخار دادن، بعد شد استاد دانشگاه الهیات، مطهری هم دانشگاه دیده نبود که، یه شد استاد دانشگاه. بعد به اینم میان یک رتبه میدن، بعد یارو مینویسه اون کسی که به چیز استاد دانشگاهی میده پستو، مینویسه این رو به خاطر فضل و فضلی که این آدم داره ما بهش دادیم، بقدر فصل بهش مقام استادی داده، یعنی دکترا و فلان. بعد بره دانشگاه هم رفته بوده درس بوده، حالا میاد قیافه میگیری میبینید میاد میشینه صلوات و حمد و قل و الله بخونید برای اینا. بعد از یارو که تجلیل میکنه کیه؟ یکی از پاسداران نظام اسلامی فقاهتی سادات تازی. دلم میخواد به احترام استاد مظاهر مصفا همه ما از جای خود برخیزید. و فاتحه بخوانیم همه ما مسلمان ایران. پس شما مهربان یاران باید این رو بدونید که دشمن نشسته هر روز هر کاری میکنه که با تقویت اسلام ما رو نابود کنه، ما رو سربنیست کنه. شما باید ذکاوت داشته باشید، شما باید از این تیر بختی که از فردوسی 1000 سال پیش گفت تا الان ادامه داشته و داره بیایید بیرون. تا نیاید بیرون مبارزه نکنید، اینا همینجور شما رو خر میکنن. به حدی که شما در نظر بگیرید، این خیلی جالبه، مرتیکه احمق میاد بگیم منبر حرف صدام حسین رو میزنه. صدام حسین اینه که 8 سال مردم ما جنگیدن، صدها هزار ایرانی کشته شد،
ایران ویران شد، میلیاردها دلار خسارت وارد شد، بعد میاد خسارت میداد نداد که یک دلار اینا دارن میدن به اونها، به عراقی ها، بعثی ها، همین بعثی هایی که با ما جنگیدن همشون هم شیعه بودن، چون عراق اکثریتشون شیعه بود، به اینا دارن حقوق میدن اونجایی که پول بگیرن به جنگ زده های ما بدن، قهرمانان و سلحشوران آریایی که جنگیدن با صدام حسین الان نون ندارن شب بخورن، پول به اونها که نمیدن هیچ. شما ببینید اینا رو بهشون امکانات میدن، تریبون میدن، بعد یک سری آدم های بیوطن نابکار پای منبر اینا میشینن و میگه اهواز چرا میگید؟ بگید محمره صدام حسین گفته، بگید محمره جنگ را انداخته که اینجا رو بگیره، بگید محمره، بگید محمره. میشود یک نام قدیم خرمشهر چی بود عزیزان؟ محمره. چه عبایی دارید که بقیه بگی آقا شما اهل کجا هستی؟ محمره. خب چه عیبی داره؟ من امام جمعه اهل محمره هستم. حالا اگر بگم محمره یعنی آقا من ضد انقلابم؟ اینطوریه؟ مسئولین بزرگه و بخششون رو عرض میکنم، متوجه باشی اگر یه نفر کلمه محمد رو بر زبان میاره این ضد انقلاب نیست، این ضد دین نیست. تو زبان محلی ما وقتی سوال میشود خرمشهر محمد هر دوی کیه؟ در زمان رضا شاه اسم جا به جا شد خرمشهر. حالا اگر یه نفر گفت محمد کفر کرده که سبب بشود یه تعداد جوان اگر ما بود نگفتن محمد بیان این بنده خدا رو بگیرن ببرنش، بعض از بچه مذهبی های ما با کمال تأسف برخورد با این حاشیه بود که چرا شما آقا شما تو پشت تریبون میگی محمد. من امام جمعه میگم محمره به کوری چه که بعضی از افرادی که نمیتونن ببینن. بعد دیگه این ما که نیستیم، خود یارو مسئولان دارن میگن. یعنی لاریجانی رفت پریروز هفته پیش لبنان، برای چی رفته بود خدای لبنان؟ برای چی؟ بعدم یارو میگه رئیس، چون هنوز برای اینا تو رئیس نماینده خامنه ای رفته اونجا، آقا رفته گفته ما میخوایم به هر لبنانی ما $300 پول بدیم، به ایرانی $3 هم نمیدن رایانه، $3 به لبنانی $300 میدن، اینم سندش. تعتبر الى اي مدى في عندك قدره انه تقول نحن قادرين نصمد كمان عم نحكي بوضع نازحين ضاغط جدا، قادرين نصمد كبلد اقتصاديا؟ ما فينا بلا مساعده، قلنا له اليوم للرئيس لاريجاني، قلنا له بعتقد قلت لك اني كانوا بيحبوا عبر الدوله اللبنانيه، بس الدوله رفضت الدوله، صار الدعم بده يصير عبر الحزب للناجحين حتى من هلا، يعني مش بعد نهايه الحرب، هلا هاليومين بدهم يوزعوا على العيال $200-$300 على العائله، بلشت الاليه هلا بعتقد هاليومين توصل عنا على المنطقه، بلشت بمناطق تانية. لانه ما فيكي دعم للنازحين، هذه المرحلة الأولى، بعدين تنتقل إعادة أعمار وهيك، بس توقف الحرب، بس هاي للنازحين هلا. بعد شما بيهيد قهرمانان تاریخی خودتون رو از یاد ببرید، اینا بیان افتخارات کهن شما رو بزنن. بعد خیلی خوش آمد، من این فیلم کوتاه رو دیدم، یه بانوی در آلاشت یارو میره ازش میپرسه میگه موزه کجاست؟ میگه موزه چی قنام؟ خانه اعلی حضرت رضا شاه بزرگ با همه خدمات. شما ببینید این چنین سلحشورای زنایی وجود دارن توی سرزمین، بعد وجود میلیون ها ناوجود با قول پادشاه اکثریت خاموش، روز به روز ما رو به بدبختی و بیچارگی و بیراهگی می کشونه. سلام خانم. سلام عزیزم، خوش اومدید. قربونت، مرسی خانم. موزه کدوم طرفه؟ ما موزه نداریم، خونه اعلی حضرت داریم. موزه کی بود خانم؟ میگن دیگه آخه کی گفت موزه؟ ما خونه اعلی حضرت این همه خدماتی که کرد رضا شاه، این همه خدماتی که شپش داشتن مردم، شپش رو جمع کرد، کسیبی رو جمع کرد، میکروب رو جمع کرد، مریضی رو جمع کرد، وبا رو جمع کرد، حالا شد موزه خونه اعلی حضرت. دمت گرم رضا شاه، روحش شاد. مرسی، روحش شاد. اصلا ایران مطرح نیست، برای ایران مطرح نیست که یارو میاد میگه بگید محمره که میاد مای $300 میده و ایران رو نابود کردن اینها. برای ایران اینها نابودی میخوان و بس. آقا روزی که خرمشهر آزاد میشه، رادیو داره خبر آزادی خرمشهر رو میده، یه دقیقه هم بیشتر طول نمیکشه، یک دقیقه خمینی پا میشه که بره بیرون،
دخترش بچهش نوش اونجا میگه بابا نره خرمشهر آزاد شد، داره اخبار میگه وایس و گوش کن، میگه من میرم مستراف. مثل همون نه ای که تو آب ما گفت، یعنی توهین به تاریخ و تمدن تو. با شما این سید اولاد پیغمبر چه قبری براش ساختیم، چه خوراشت و قیمه سبزی میرید اونجا میخورید. بعد این بچه های سلحشور ما 9 ساله، 10 ساله، 14 ساله که هستن، شما ببینین همه فرهیخته. من این جوان نازنین و رعنا امیر حیدری که دیدم با این سخنرانی که میکنه، پرسیدین که کتاب ها به چه درد میخورن. کتاب ها اینجوری هن که خلوت یکی از مهمترین اصلای زندگی انسانه و چه بسا رسیدن به موفقیت. شاید داخل یه بوره از زندگی باشه که کسی کنارت نباشه، فقط خودت باشی. خلوت جز مهمترین اصلای زندگیه. پس کتاب ها خلوت تو از یک چهار دیواری به یه جهان تبدیل میکنن، نه صرفا یه شهر، یه جهان، یعنی خودت خدای جهان بشی. چی از این بهتر؟ و شخصیت منسجم و استدلال آور میدن. کتاب ها متفکرت میکنن. تفکر مهمترین چیزه توی زندگی انسان. آدم خوشبخت کسی نیست که صرفا پولی داشته باشه، پول زیادی داشته باشه، یه زندگی خیلی خوبی داشته باشه. آدم خوشبخت اونه که از گذر زمان ندامت و پشیمانی نداشته باشه. کتاب ها با متفکر کردن تصمیم درست و جلو راه قرار میدن که خود تصمیم درست رو بگیری و انسان خوشبختی بشی. تو چند سالته خودتو معرفی کن؟ من 14 سالمه، امیر حیدری هستم. در رابطه با کتاب و کتابخوانی لذت بردم. بچه 14 ساله 500 تا از این استادای شفیعی کدکنی که سهله، 50,000 تاشون هم به پایی نمیرسن. یارو شاعر، شاعره میدونید که ساحری است. شعر گفتن یک نوعی جادوگری است، چون با کلام تو میتونی کاری بکنی که صدها کتاب و نمیتونی بکنه. اکثر کسایی که سن و سال بالایی داشتن با شاعری دخترای جوان خوب عاشقشون شدن و هستن و میشن و از قدیم بوده تا الان، یعنی عاشق میشن، عاشق کلام، ساحریست. این شفیعی کدکنی مدکنی ها اینا رو امروز نمونه بهتون میگم که شما برید اینا رو پیدا کنید. زیادن، هر کی تبلیغ تازی رو میکنه، تازی پرستی در ایران میکنه، استاد مستادش نگید ده لگد بهش بزنید. اینا همه در طیف علی شریعتی های دروغگو هستن. شریعتی من گفتم شیرین سخن، افسانه پرداز و افسونگر شیرین سخن، حرفای قشنگ میزنه، ساحر جادوگر. و علی شریعتی رو مشخصا، این رو من از پدرش گرفتم، استاد محمد علی شریعتی به من میگفت که فلانی علی ما زبان ساحرانه‌ای داشت. من رفتم تو فکرم اون سالها، یعنی بچهش میگفت جادوگره، حرف که میزنه میتونه از دوغ شراب برای تو جلوه بده، شراب رو میتونه آب خوردن بکنه یا سرکه بکنه، متوجه میشین؟ حالا هم اینا اینجوری است. این بچه امیر حیدری، اینا رو باید سرمون بذاریم. اینا عشق ایران. بعد ما پادشاهان بزرگی داشتیم که اومدن افتخار برای میهن و سرزمین گذاشتن. این سادات تازی اینقدر تعدادشون زیاده و اینقدر نفوذ زیاد دارن، به 1001 اسم، روشنفکر، نویسنده، شاعر، اندیشمند، صاحب روزنامه، صاحب مغازه، صاحب فلان. امروز شفیعی کدکنی رو مدل بگیرید، مدل بگیرید این جرثومه های پلید. آقای میم سرشک، تو خجالت نمیکشی تو سرزمین بزرگ شدی رو شدی فاتحه بخونن؟ فاتحه برای خودت بخون. اینا همه تبلیغ دین تازی میکنن و دوام دین تازی در ایران یعنی دوام همین ذلت، بدبختی، بیچارگی که شما داشتید و دارید تا حالا. عزیزان من، همین حزب بعث داره بر شما حکومت میکنه. حزب بعثه. چند نمونه امروز براتون گذاشتم از 300 دلار و سیده میگه محمره و خمینی میره دستشویی به خاطر که آزاد شده خرمشهر شاد باشه و مثلا خنده که تو آب ما کرد. شما باید بدونید تو ایران حزب بعث شعارش هم بود، حزب بعث العربی الاشتراکی، امت واحده
امتون واحده، میگه عرب یک امت واحد عربی است که اینا مد کردن، یارو ما رو میگه محمد رو شما اینا رو چجوری میذارید برن رو منبر آخی قربونت برم؟ اینا رو شما چجور بهشون اجازه میدید که برن رو منبر؟ چجور شما به اینا اجازه دادید که این صلابت و شوکتی که ما داشتیم، عزت و عظمت و شکوهی که در جهان داشتیم، احترامی که در جهان داشتیم رو این ذلت بخشیدید؟ به خاطر چی؟ خون کوروش در رگهایم، خون پاخامان شاه، خون کوروش شاهنشاهان، شاهنشاه خاوران. عزیزان و مهربانیاران گرامی، ما شوربختانه رندی داریم، جوانان و سلحشوران رندی داریم که همین الان ترتیبی رژیم میدن. این رندی رو خیلی روش کار کنید. بچه های ما با رندی خیلی ترتیبی رژیم از داخل دادن و دارن میدن و خواهند داد. این رندیشو یه نمونه دیگه امروز بهتون برای فکاهی هم شده نشون میدم. یه زنه کلاکسیا، یه زنه خاله سوسکه میره که اینا باش مصاحبه کنن. این بچه های رادیو تلویزیون خودشون، این برنامه سازا، خود برنامه سازا، آخه یه گربه که علیگی نمیتونه بیاد داره. من گربه هم وقتی بعضی وقتا میاد در باز گربه است باش بازی میکنن و میاد. بعضی وقتا دیدی الان وقتی سرپا بایستن مشکل تره و اینجا پایینه میتونه بلند ولی اونا نشستن اینا یه گربه وارد میشه. بعد اینا مأمور دارن که صحنه رو مواظب باشه، مثلا گربه تا اونجا داره میاد زود بگیرنش اینا، ولی عمدن میزنن گربه بره که شما ببینید چه جرسومه های پلیدی رو خانم دکترن فاطمه زینب خاله سوسکه کلاک سیاه آمده اونجا نشسته میخواد به شما زندگی رو درس بده. کسی که خودش زندگی رو نمیدونه، زندگی حیوانات عشقن، حیوانات مهرن، گربه عزیز عشق دوست داشتنیه، دوست داشتنیه، با لگد میزنه گربه رو. این رو عمدن با رندی اینا به شما نشون دادن که آدم بشید. این پو این چی بگم به خدا، این چپلو چپلو این فاطمه سکینه لگن که شما کن که اینا رو شما خانم دکتر مام دکتر اصلا چون نشست ها اینا تو بحث های اینا نرید سر کلاس درس، اگه میان اینا رو مسخره کنید شما صد برابر از اینها بهتر میفهمید. فکر می‌کنید تو کسایی که ریفلاکس های مکرر دارن؟ من دارم. آها، این گربه هم ایجاد مزاحمت میکنه. من عذرخواهم، هم دیگه برنامه زنده است و خانم ها هم بیشتر نگران هستن، ولی آزاری نمیرسونه. بله. شما ادامه بدید خانم دکتر. من عذر میخوام یه لحظه. بله بیا، خیلی عذر میخوام. بله، یکی از موارد مهمی که من اینو سرگرمه تدابیر فصل پاییز خوب گرم و بادکش های گرم از چیزایی که میتونه تا حدود این سردی و خشکی پاییز رو اصلاح کنه. من عذر میخوام، بیایید. بفرمایید، ادامه بدید. البته ببخشید دیگه، چه بگیرینش. بله چش، من ببخشید دیگه، برنامه زنده است و پیش میاد از این مسائل. رفتش خانم، به نظرم رفت. شما ادامه بدید، من اینجا مشغولم. یکی از تدابیری که بلندی ایران اهورایی باور دارم و میدونم شما نسل نو و جوان پیر پاتال ها رو تا بتونید روشن میکنید، تا بتونید خاموش میشن و فردای ایران مال شماست، فردای سلحشوری آریایی مال شماست. من به این امید دارم. احساس میکنم که یک ایرانی بایستی همیشه پوشاک ایرانی داشته باشه. ما نمیتونیم هم بگیم ایرانی هستیم و در این حال تمام آداب و رسوم بیگانگان را بر خودمون که تحمیل کردن همینجور اجرا بکنیم و پیگیری بکنیم. چون من ایرانی هستم و بون افتخار میکنم، پس بایستی تمام نشانه های ایرانیگری رو هم داشته باشه. یکی از نشانه های ایرانیگری و نماد ایرانیگری نام و نام خانوادگی. من نمیتونم نام خانوادگی تازی رو داشته باشم و بگم ایرانی. من ایرانی رو پذیرم. همونطور که نمیتونم بگم من ایرانی هستم و روزی 17 مرتبه به طرف بتکده عرب سجده کنم. اینم قابل قبول نیست.
اگر تنش میخوان قبول داشته باشن باید آیین ایرانی قبول داشته باشن. البته اگر یک چیز قشنگتری از خارج به ما بیاد که ما در داخل ایران نداشته باشیم ایرادی نداره، میتونیم اون رو بپذیریم. ولی وقتی که ما گفتار پندار گفتار نیکو داریم که در هیچ جای دنیا وجود نداره، خب به چه دلیلی اینو بذاریم کنار و بریم دنبال یک جور اندیشه ها و افکاری که ما رو به خشونت و به ستیز و به نامهری و دشمنی و غیرو وادار بکنه و در نتیجه اون همبستگی و مهری که در داخل ایران با آیین و افکار و اندیشه ایرانی میتونیم به وجود بیاریم که وجود داشته، اون رو مبدل بکنه به جنگ و ستیز و برادرکشی و نابودی. شما یک نشریه‌ای دارین به اسم پیام ما آزادگان. در این نشریه به سختی به آیین تازی میتازین. آیا فکر نمی کنین که این خطراتی برای شما داشته باشه؟ زود از کنیم که ما نمیتازیم. مطلقا حقایقی رو که در این دین وجود داره که از دیدها پنهان مانده ما هنر برون میریم. یعنی این ما برون نیاوردیم. آخونده و خمینی به رهبری خمینی آمدن و یک برکه آب صافی رو که ما به ظاهر میدیدیم اینا آمدن با یک چوبی به هم زدن و اون لجنهای زیر آمد بالا، فهمیدیم برکه پر از آب لجنه. حالا از اون لجنهایی که وجود داره ما اینا رو داریم تشریح میکنیم. ما اصلا بدی برا نمیگیم، ما داریم میگیم که بابا اگه کسی میخواد وصل فرض بفرمایید مسلمان باشه باید اسلام رو بشناسه و مسلمان بشه. بسیار از خانم ها هستن که مسلمان هستن و خیلی هم به اسلام اعتقاد دارن ولی نمیدونن که مثلا در اسلام برای زن هیچ حقی وجود نداره. نمیدونن که در قرآن سوره 4 آیه 222 میگه که مردا برتر از زن ها هستن و اگه زن ها از شما اعتاد میکرده کتکشون بزنی. در کیمیای سعادت امام محمد غزالی وقتی که مولاتا علی بفرمایین، امام محمد غزالی رهبر تازه خیلی پیشرفته آخوندها میگه اگه چنان چه زنی رو خواستی کتک بزنی چوبی رو که باید انتخاب بکنی چقدر باشه اندازش، کلوفتیش چقدر باشه و با هر چوب یک قسمت از بدن بزنی، زیادم نزنی که کبود بشه. این دستور عمل اسلامی یک رهبر شیعه است. اسلام در ایران دفن میشه تا ایرانی آزاد بشه. اسلامی که سیاسی شده، اسلام دین نیست دیگه، داره میکشه. 14 قرن کارش کشتن ماست به دست خود ماها. توی مملکت ما هر روز میخواد دلخ میمون و توفو بر تو ای انسانی که در اون آب و خاک داری نفس میکشی. از برادر مهربانم مهندس امیر شجر سپاسگزارم. درود دارم به سرکار خانم دکتر مرجان عزیزم، خسته نباشی. و از کارگردان برنامه آقای امیر شهرتی سپاسگزارم. همه شما وظیفه دارید که اینا رو پخش کنید. سربازان خردگرایی بشین، پخش کنید، روشن کنید، آگاه کنید. دیدید که موفق بودید در نشر خردگرایی و پخش اون. پس خوابها رو بیدار کنید. بابوسومه بدرود. خدا نگهدار. اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی با شما باد. مهربان یارم. روزی دو که مهلت است می خور می ناب، که این عمر دو روز بر نگردد. دریاب دانی که جهان رو به خرابی دارد، تو نیز شب و روز زمی باش خراب. دوستان مهربان، با درود فراوان و مهر بسیار، سیاوش اوستا هستم از پاریس، روز شهرهای جهان، پژوهشی نوین از سرگذشت حکیم عمر خیام نیشاپوری را پیشکش شما مهربان یاران می کنم.
در 28 اردیبهشت ماه 1048 میلادی برابر با 6069 آریایی در محله سپاهان شهر نیشابور، نیشابور در دامن بانو زهرا فرزندی چشم به جان گشود که همان فرزند سالها بعد چشم جهان و جهانیان را برای همیشه به روی اسرار بسیاری گشود، اسراری از نجوم، ریاضیات، شعر و ادب، جبر، پزشکی و داروسازی. ابراهیم پس از مشورت با همسرش بانو زهرا نام فرزند را کیوان نهاد. ابراهیم در شهر نیشابور یک دکان عطاری داشت و با ستارگان آسمان نیز الفتی داشت. در خانه نیز کتابخانه‌ای بزرگ داشت، کتاب‌های بسیاری که از نیاکان خود به ارث برده بود و کتاب‌های دیگری که خود از روی نسخه‌های اصلی بازنویسی کرده بود و کتاب‌هایی که در دکان عطاری خود با دارو و عطر و چیزها. سیاوش فیستا به پا خواست دوباره، فرهنگ 7000 سال را زنده کرده، با عشق و قلندی تازی را برملا ساخت، به دنیا ایران را زیبا و راست. با کتاب ها و برنامه های فراوان تاریخ ایران را به ما نشان داد، آریایی خون ما جاری در رگ، به دنیا عشق ایران را یاد داد. زنده باد ایران سرزمین ما، پرچم سبز سپید سرخ در هوا، از عشق و ایمان پیش خواهیم رفت، با فرهنگ گذشته به سوی فردا. این سرزمین داستانای بسی با، از تپه های بلند تا دریاها، با هر کتاب سیاوش از دل گفت، شرف ایران را در جهان پخش کرد. همیشه با هم به سوی نور، ایران را ببین که زیبا چون او، هر نسل که آمدیم عشق را یافت، سیاوش راه را به ما پاک نمود. زنده باد ایران سرزمین ما، پرچم سبز سپید سرخ در هوا، از عشق و ایمان پیش خواهیم رفت، با فرهنگ گذشته به سوی فردا.